خب بریم سراغ اولی. توی پروژه اولمون یه آردوینو 8 تا باتری قشنگ معلومه و باتری علاقه داره، یه بازر خیلی زیبا. خب بچه ها، بازر یه تولید کننده صدا، یه توناژ 0 تا 1000 داره که ما میتونیم توناژش رو تغییر بدیم. بله، نسکافه است، نمیدونم چیه، داره میریزه. ببین میگه هر چقدر تنبل تر باشید، خلاق ترید و کاراتون راحت تر انجام میشه. دقیقا معنیش اینه. تمام شد رفت به همین سادگی. 3 تا سرو موتور توش استفاده شد دوستان، و یه دونه موتور دی سی و یه همزن. خب این چیه؟ بله، خب بچه ها، یه دونه استپر موتور استفاده کرده، 3 تا LED استفاده کرده و از کورتانا داره استفاده میکنه توی بنده خدا چه ذوقی کرد. چقدر خوشحال شد، قشنگ میشد ذوق کردن توی چشاش ببینیم به خاطر پروژه که درست کرده بود. خب این پروژه هم از 3 تا دوباره سرو موتور استفاده شده و یه دونه میکرو آردوینو و یه دونه گریپر. بله، خب این چجوری بچه ها میاد اونجا وای میسه برمیداره؟ به خاطر اینکه بچه تعریف شده توی نقطه خاص بچرخه، روتیت کنه و سرو تو اون دگ بچرخه، یعنی دگری درجه بچرخه و اونو برداره. یعنی اگه کاغذ مثلا یه جا دیگه بذارین اتفاق نمیافته، به خاطر اینکه اوپن سی وی نشد، یعنی براش دوربین درست نکردن که بخواد تشخیص بده مانه رو یا حالا آبجکت رو. اینم پروژه RFID دورلوک هستش بچه ها، پروژه که خیلی جا دارید میبینید توی حالا اتوبوس BRT، کارتایی که توی مترو دارید میگیرید، حالا قبلا کارتی بودن فکر کنم الان هم هستن. توی استخرا که میرید دراشون یا با ساعت باز میشه، با کارت RFID باز میشه، یه تگ دارن داخل این کارتا. این کارتا ببین الان آیدیشو نوشته بود، این کارتا تگ دارن، عددشو میتونی برنامه‌ریزی کنی. خب داره از یه دونه ژیروسکوپ استفاده میکنه، بعد وقتی که ژیروسکوپ تو محورهای مختلف میچرخه XYZ میتونیم روی سرو موتورمون کار انجام بدیم باش. ژیروسکوپ بچه ها یه شتاب سنجه و اینکه روی محورهای XYZ میشه براش تعریفات جالبی انجام داد و اینکه فرض کنیم مثلا دستمون اینجوری کنیم ماشینمون بره جلو مثلا، خیلی کار میشه کرد. یه ربات درست کرده، یه دونه اولتراسونیک گذاشته جلوش، ماژول بلوتوث داره که با بلوتوث داره کنترل میشه. مثل اینکه ببین بچه‌ها داره دستی، ببینم دستی یا اتومات. خب اولتراسونیک فاصله رو تشخیص میده، وقتی به فاصله میرسه و نزدیک میشه تشخیص میده. اون مادون قرمز پایین برای چی گذاشته؟ به خاطر اینکه میزش مشکیه و مادون قرمز سفید و سیاه رو از هم دیگه تشخیص میده، بنابراین وقتی که از لبه میز میزنه اون برتر، اون مادون قرمز از رنگ سیاه به یه رنگ خارج از میز میرسه و اینکه متوجه میشه. اوتوماتیک بابل میکر، بابل فکر کنم همین حباب ساز میشه. آها بله، کاملا خلاق، کاملا روحیه لطیفی داره این دوستمون. بله، برای خواهرش درست کرده، خوشحالم شد. خوبه از این پروژه اگه درست کنید میتونید هدیه بدید به کوچیکترهای فامیل، کلی خوشحالشون کنید. وایرلس روباتیک. ببین بچه ها، برای هر انگشتش یه دونه سرو موتور درست میکنه، از طریق وای فای یا ماژول بلوتوث میتونیم دوتا رو هم دیگه کانکت کنیم. چیکار میکنیم؟ میایم از 5 تا فلکس هند یا سنسور خمشی که اتفاقا ایران توی این قضیه به تولید هم رسیده، یعنی خودمون داریم تولید میکنیم، سنسور خمشی آرتمن. ببینید
سنسور خمشی وقتی که خم میشه اون سرواها دونه دونه کنترل میشن، پس برای هر سرو یه سنسور خمشی گذاشتن، اتوماتیک باتل فیلر، یعنی پر کننده بطری. ببینید از یه دونه LCD استفاده کرده که میگه پرس استارت، دکمه پوش باتن برش گذاشته، بله، یه دونه استپر موتور زیرش گذاشته که این بچرخه و هر بار که یه دگ مثلا یه درجه بچرخه و یه مقدار بچرخه یه شمارشگر کانت گذاشته که یه دونه بشماره، مثلا باتل 5 به 6. ببینید یعنی الان 6 تاش پر شد، وقتی 6 تاش پر میشه نمیشه جاب داون. هنگینگ گیر ویدر استیشن. آها ببینید این اومده خیلی خلاقانه داره کار میکنه، یه دونه تمپریچر تعریف کرده، دما، یه دونه هم هیومیدیتی که میشه رطوبت. ببین هیومیدیتی با درصد نشون میده، مثلا میگن 50% رطوبت مثلا اینجا، تمپریچر میشه گرما، دما. بعد نیومده مثلا این کارو توی سریال مانیتور خود کامپیوتر نشون بده یا توی LCD نشونش بده، اومده مثلا اینو توی یه حالت خلاقانه تر نشون داده، حالا برش برای که ترکیبش کنه با یه دونه حالا استپر موتوری یا حالا سرو موتوری. خیلی قشنگ بود، خیلی جالب بود. لایت بیس موتور سپید کنترل، یه دونه رگلاتور گذاشته، یه دونه چرخ گذاشته که داره میچرخه با موتور دی سی و یه دونم لایت داره میذاره که لایت رو بچه وقتی کم میاره و به سمت اون سنسور فوتوسل، آها ببینید وقتی که سنسور فوتوسل نور رو داره تشخیص میده، چون حساس سنسور فوتوسل به نور، وقتی که نور رو جذب میکنه چه اتفاق داره میفته؟ آها بله، ببین وقتی نور رو جذب میکنه سرعت زیاد میشه، وقتی که نور رو دفع میکنیم نور ازش رد میشه، دور میکنیم نور رو بهش، اتفاقی که میفته اینه که موتور وای میسه. خیلی ممنونم که تا این لحظه ما رو تماشا کردید و یادتون نره که تایمتون خیلی کمه و کاری رو انجام بدید که بهش علاقه دارید.